فیلم سینمایی همسفر که تو سال 1354 ساخته شده، از این قراره که رئیس شرکتی عاطفه رو اقفال کرده اما حاضر نیست با اون ازدواج کنه. مراسم ازدواج عاطفه با جوونی دیگه هم به هم میخوره و اون که اختلال حواس پیدا کرده تصمیم میگیره از خونه فرار کنه. بخشایی از فیلم همسفر رو با هم تماشا میکنیم. میخوای آخر عمری بیفتی گوشه زندون؟ بله، خون رو با خون میشورم، خون ریختن، خون میریزم، خون کردن، خون میکنم. مرگ تو تک 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 برو پایین ببینم. خدا محکم بده. تو بده چطوره؟ حک زده منو منزش نشید. بله چطوره؟ بچر بچر تو حاله چطوره؟ من حالم خوبه، من حالم خوبه. اون یکی هم حالش خوب بود، برگنده شرامت دکتر. بله خانم. برو تو، برو تو، معاینش کن. بفرمایید. برو معاینش کن. برای من دکتر قلبم قربان. همون چیز هاست که قلب را خراب میکند. برو تو، از صحت و سقمش برای تلا بده. برو جلو. آقا جون، آب خونش بخورین جگرتون حال بیاد. بفرمایید. برو. بشه. بیا، بیا. سلام. ما آقا با خدا. آقا جون. چرخ ببینم. بچرخ. تو هم مشکوک. فیلم سینمایی گربه را دم حجله میکشن که تو سال 1348 ساخته شده، درباره مرد جوونیه که به دختری علاقه مند میشه. شرط پدر دختر برای ازدواج شوهر کردن خواهر بزرگتر دختره. جوون دنبال مرد قدرتمندی میگرده که بتونه خواهر خودخواه دختر رو بگیره. سرانجام چنین مردی رو پیدا میکنه و با دختر ازدواج میکنه. بخشهایی از فیلم گربه را دم حجله میکشن رو با هم تماشا میکنیم. یه عروس بیارم، ببین چقدر قشنگه، ببین چقدر ملنگه. وای خدا مرگم بده، تو زنگ گرفتی بچه رو به من خبر ندادی. شب کن بذار تا برات بگم مادر. آخه عروسی خیلی بی سر و صدا برگزار شد. عروس اگه قشنگم بیم ماچت کنم. به به به، چقدر زیباد، چقدر خوشگله. ننه سلیقت تو پدرت رفته. بیا ببینم. ببینم شما برادر عروس من هستی؟ نه، من سرجازی عروس خانم هستم. نه شوخی میکنه مادر، اون یکی از دوستان منه. معلومه. غذا حاضر قربان. برش دار بیار دیگه. غذا بردن الحمدلله. بده من، بده ببینم. یعنی؟ ببینم. یه مجموعه. خوب من دیمه. خوب من این باش خواب داره. چه خوب سرخ شده. خیلی قشنگه. ببینم. ایلم. تو چی ریختین؟ رب گوجه فرنگی. رب گوجه فرنگی؟ بله. کی به شما دستور داده که توش رب گوجه فرنگی بریزین؟ زود باشین آتشخانه رو بریز تو سطل خاک روبه. شاید زن من از رب گوجه فرنگی خوشش نیاد. آو نه نه، من خوشم میاد. وا رو درواسی نکن عزیزم، اعتراف کن که خوشت نمیاد. امشب برای که به این احمقا ثابت کنم که هیچی از غذا پختن سرشون نمیشه، هیچ کدوم لب به غذا نمیزنیم. آقای برزخ، البته خیلی باید ببشخیدا، حالا نمیشه به جای این غذاهای خوب یه نون پنیر بدیم و سق بزنیم؟ هم پیشنهاد بدی نیست، ثواب داره. نون و پنیر خوشمزه تره. زود نون و پنیر بیاریم. رم کنم یلا، این آتشخانه رو ببریم. خوب گرمش کنه، منو کنافه میکنیم. بده بینم، یلا ببرش، زود باش. خوب شد، خوب شد، اونو بده بینم. بیا به مرغا ندیم مریض میشه، خودت رو نخوریم. خوب شد، خوب شد.
فیلم سینمایی دلهوره که تو سال 1341 ساخته شده، از این قراره که روشنک نیک نژاد نویسنده داستانهای جناییه که توسط خبرنگاری تهدید میشه. عموی متمول روشنک به شکل مرموزی کشته شده و مظنون اصلی کارگاه پرونده روشنکه. طی اتفاقایی کارگاه متوجه میشه که همسر روشنک یعنی بهروز عامل تمام ماجراها بوده. بخشایی از فیلم دلهوره رو با هم تماشا میکنیم. اگه حقیقتشو بخوای حالا هم دوست دارم. البته به تو و عموی مرحومت حق میدم که بهروزو به من ترجیح دادی، چون شغل من خطرناکه و تأمین جانی نداره، در صورتی که شوهرتون مرد آروم و محترمیه، بنابراین علتی نداره که بخوام ازش انتقام بگیرم. پس چرا تقریبا میکنی و در همسایگی من کارگاه میذاری؟ برای این که از ماجرای یک قتل پرده بردارم. قتل؟ قتل کی؟ مرد بیگناهی که شما رو بیش از هر چیز دوست داشت و زندگیشو برای سعادت شما. شما اشتباه میکنید. اون یه مرد پست و شارلاتانی بود، دروغی خود که عاشق من نشون میداد که ازم حق و سکوت بگیره. خانم روشنک، علتی نداشت عموی پیر و سال خوردت خودشو دروغی عاشق شما جا بزنه. عمو؟ منظور شما عموی من بود؟ مگه به غیر از عموتون کسی دیگه هم کشتی؟ برای چی فکر میکنه که من عمومو کشتم؟ برای تصاحب 11 میلیون تومان ثروتش. البته تصدیق میکنم که کم پولی نیست. من عمومو نکشتم، من نکشتم، من نباییدم. آروم باشید روشنک، من نگفتم شما کشتی، میدونم که دیگران کشتن، منتها این عمل با دستور شما انجام شد. خودشو همون دستکشوی سیاهی لعنتی که دیشب میخواست خفم کنه برید بیرون، بیشتر از این مزاحم من نشید. نمیفهمم راجع به چی صحبت میکنی. خیلی خوب میفهمی راجع به چی حرف میزنم. تو کاراگاه نیستی، تو قاتلی. همین این دستیسه ها زیر سری توه. پریروز تو پیکنی، دیشب تو شب نشینی، حتی تو گنجه ای لباسم با اون دستکش های لنتی همه جا تقریبم میکنی که قتل جنایات وادارم کنی تا نابود بشم. دیوونه شده روشنک؟ نه اینجوری، باره بیرون. فیلم سینمایی هزار بار مردن که تو سال 1356 ساخته شده، از این قراره که محسن بعد از ترک شدن توسط خانواده و انتقال به پرورشگاه با نوجوانی به اسم احمد آشنا میشه و از پرورشگاه فرار میکنه. سالها بعد محسن و دوستش سارقان حرفه‌ای شدن. محسن قصد داره برای بار آخر سرقت بزرگی رو انجام بده. سرقت لو میره و محسن در فرار باعث کشته شدن کسی میشه و در نهایت دستگیر رو اعدام میشه. بخشایی از فیلم هزار بار مردن رو با هم تماشا میکنیم. سلام. سلام. چرا تو نمیای؟ اونا میخوام برم، کار دارم. کجا بودی که اینقدر خستی؟ یه شکار چاق و چلیدن با این خورد به پسون. پولیس رسیده از چنگمون در رفت. با این کاری که دارین بالاخره سرتونو به باد میدین. آره چی کار کنیم، مجبوریم دیگه. با اسخر آقا گفتین که ما اومدن؟ اگه بگم اسخر نیست ناراحت میشی؟ یعنی میخوای بگی نیست؟ آره چون استشو میگفتم نمیومدی تو. خدا بده آبجی، خدا بده. بالاخره تو آدم بشو نیستی. کش دستتو. صبر کن ببینم فکر میکنی تو کی هستی؟ ها؟ تقصیر منه اگه بهت نمیگفتم دوست دارم اینقدر خودتو واسه من نمیگرفتی. گوش کن خانم چون، من با کسی که نون نمش خوردم خیانت نمیکنم. میدونی چرا؟ برای اینکه بی عرضه ای، برای اینکه مرد نیستی. آره تو راست میگی، برای زنای هرزه ای مثل تو مردی سر. لعنتی هیچ احدی حق نداره تو گوش من بزنه. هیچ احدی. فیلم سینمایی معجزه که تو سال 1346 ساخته شده، راجب جوون روستاییه که دختر ارباب رو دوست داره. جوون به شرطی میتونه با دختر ازدواج کنه که پول فراوانی به دست بیاره.
جوون در جریان حادثه پول رو به دست میاره، اما از طرفی دختر ارباب از دوری جوون بیمار میشه و ارباب به جستجوی جوونه. بخشایی از فیلم معجزه رو با هم تماشا میکنیم. What is this? چه نرم و چه گرمه. What is this? قلبت برم بیه اینجا ببینم روزو چرا از من پنهون کردی قربون قد و بالات برم حالا اون ماشره بدی ببینم آخه خجالت میکشم واسه چی خجالت میکشی فرشته من اگه بدونی ماشه تو تبیله چه لذت داره الهی من فدات شم فدای قد و بالات شم به قربون چشات شم چشات شم ببینین آقا جون شما مردا بیوفایین خرتون که از پل گذشت دیگه اصلا آدمو نمیشناسین من یه چیزایی ازت میخوام که اول باید اونا رو به هم چی میخوای واسط بخرم اینشالله اون درد و بلات بخوره توی کاسه بشقاب سرم الهی که من قربونت برم آبا جون